بسم الله الرحمن الرحیم. محصلین عزیز، درس ما شما امروز هلیوتراپی است. این که هلیوتراپی چی است، برای تشخیص و تداوی کدام امراض استفاده می شود و در خود هلیوتراپی از کدام نور استفاده می شود، موضوعاتی هستند که ما شما در این درس می خوانیم. محصلین عزیز، هلیوتراپی تداوی با نور آفتاب یا وسایل یا منابع مصنوعی نور می باشد که منابع مصنوعی نور را ما شما در درس های گذشته خواندیم که کدام منابع می باشد، یعنی منابعی که نور را تولید می کنه و انسان ها برای رفع مشکلات خود یا برای رفع نیازمندی های خود آنها را ساختند که در شبخانه ها از آن منابع برای تداوی امراض خاص استفاده صورت می گیرد که مردم های قدیم هم در طبابت از هلیوتراپی استفاده می کردن و در وقت هلیوتراپی باید روش یا متد های خاص در نظر گرفته شود یا هم طرز العمل ها یا قوانین یا اصول خاصی هستند که آنها باید رعایت شود در وقت تداوی با نور آفتاب یا تداوی با منابع مصنوعی دیگر توسط هلیوتراپی. که در این متد، محصلین عزیز، تمام بدن انسان تحت تابش نور قرار می گیرد یا هم قسمت های از بدن که ضرورت باشه اونها تحت تابش نور قرار می گیرد که در موقعی که نور آفتاب نمی باشد یا نور آفتاب مقدر نباشد، باز از منابع مصنوعی استفاده می کند که برای این کار معمولا در شبخانه ها اتاق های خاصی که به نام سولاریوم می باشد می سازند و در آنها منابع متعدد اشعه مواره بنفش مانند قوس برقی یا چراغ بخار سیماب می مانند و از آنها استفاده می کنند، در صورتی که نور آفتاب امکان نداشته باشد که به اتاق سولاریوم داخل شود. پس هلیوتراپی را تعریف می کنیم که هلیوتراپی چی است. هلیوتراپی یک وسیله درمانی حرارتی می باشد که برای ترویج التیام آسیب های بافتی می باشد و موارد استفاده آن در عملهای جراحی، بیماری ها و آسیب های مزمن که در نتیجه آن تورم، خونریزی و التهاب و غیره وجود می آید استفاده می شود. هلیوتراپی تنها و فقط و فقط برای التهاب نیست، محصلین عزیز، بلکه باعث کاهش و درمان دردهای شدید هم می شود که در ترموگرافی هم خواندیم. قسمی که گفتیم هلیوتراپی برای تداوی امراض مختلف استفاده می شود که در هلیوتراپی از نور مواره بنفش استفاده می شود، در ترموگرافی از نور ماتحت قرمز استفاده می شود، اما در هلیوتراپی از نور مواره بنفش یا منابع مختلف طبیعی باشه یا مصنوعی باشه از آنها استفاده می کنه، اما از شعاع مواره بنفش استفاده می کنه که این نوع تدابیر را بیشتر در اختلالات تغذیه و کمخونی به کار می رود، یعنی کسایی که اختلالات تغذیه داشته باشه یا کمخونی داشته باشه برای تداوی آنها هم استفاده می شود. و قسمی که گفتیم که طرز العمل ها یا اصول مخصوصی هستند که آنها باید در زمان تداوی مراعات شود که او روش ها این است که در هر وقتی که مریض را توسط هلیوتراپی تداوی میکنند، دکتر صاحبا باید چشم های آنها را توسط یک وسیله خاص حفاظت کند، یعنی چشم باید نور آفتاب را نبینه، به خاطر که چشم ها با نور آفتاب حساسیت پیدا میکنه و ضعیف شدن، خارش کردن، سرخی و التهاب در چشم پیدا میشود و بالاخره چشم هایشان از بین میبره. و همچنان
در مرحله اول که یک مریض را زیر هلیوتروپی میگیره یا زیر تداوی میگیره، باید اول ساق پا و بازو را به مدت زمان 5 دقیقه زیر تابش آفتاب قرار بگیرد و در وقتی که هلیوتروپی را انجام میدهد یا از نور طبیعی که آفتاب از آنها استفاده میکنه، باید جریان باد و هوا نباشد، یعنی باد و هوا باید جریان نداشته باشد، یعنی اتاقهای سولاریوم را قسمی میسازد که اکثریت از شیشه میسازد و شیشه هم شیشه برنگ آبی می باشد که اتاق سولاریوم عموما به این قسم می باشد و از جریان باد و هوا محفوظ می باشد که در مرحله اول قسمی که قبلا گفتیم که ساق پا و بازو را به مدت 5 دقیقه در برابر آفتاب قرار می دهند و بعدا باز، یعنی روز اول 5 دقیقه، روز دوم 10 دقیقه، همینطور مرحله به مرحله مدت زمان معالجه را ازدیاد می کنند و به تدریج رانها، شکم و سینه را هم آفتاب می دهند. اما سر و چشم باید همیشه از تابش مستقیم نور محفوظ بماند که این هلیوتراپی مخصوصا در معالجه زخم های جلدی که قبلا گفتیم به کار می رود و برای هلیوتراپی نه تنها اتاقهای سولاریوم هستند بلکه اتاقهای هلیوتراپی مخصوصی یا هم دستگاه های هلیوتراپی مخصوصی هم وجود دارد که فعلا در کشورهای امریکا، آلمان و روسیه اونها را ساختن و از این وسیله در سرمادرمانی و گرمادرمانی استفاده می کنند و برای مسکن دردها یا بی‌حسی ها استفاده می شود که عملکرد این ماشین های هلیوتراپی از طریق چرخش آب با دمای کنترل شده در بین کاف ها می باشد، یعنی دمایشان توسط یک دستگاه خاصی هستند که توسط او کنترل می شود. اینمی دستگاه است که در داخل این دستگاه در این قسمت که شیشواری معلوم می شود آب می باشد و آبشان توسط اینمی تکمه ها که هستند درجه حرارتشان تعیین می شود و این وسیله را دکتر متخصص استفاده کرده می تانه، یعنی استفادهشان اقدر ساده و آسان هم نیست که هر کس یا هر دکتر بخواهد که از دستگاه هلیوتراپی استفاده بکنه و در این لین ها یا پایپ ها آب با درجه حرارت مخصوص که می داشته باشه می آید به این جاها و این قسمت ها را گرم می سازد که این قسمت ها را در قسمت بدن بسته می شود که دردها داشته باشه یا هم می خواهد که مسکن برای درد باشه یا هم می خواهد که عصب های بافتی را زودتر خوب و صحت یاب کنه. و همچنان مؤثرین عزیز، برای قسمی که گفتیم چروک و چملکی ها یا عصب های بافتی، برای آنها هم استفاده می شود که وسیله خاصی می باشد برای هر قسمت بدن و آنها به این قسم بسته می شود. اما چشم و سر همیشه باید از تابش مستقیم نور محفوظ بماند و این تابش مستقیم نور نیست بلکه دستگاه است و در دستگاه از آب گرم استفاده می کند که در داخل رکاب ها جریان پیدا می کند. همچنان مسئلین عزیز، برای هلیوتراپی اتاقهای مصنوعی را یا دستگاه های مصنوعی را هم جور کردند که تمام بدنشان در داخل این دستگاه قرار می دهند
یعنی اول مریض لباس خود را میکشه و در داخل این دستگاه قرار میگیرد، اما سرشان همیشه از دستگاه بیرون میباشد که سر از تابش مستقیم نور ماورای بنفش محفوظ باشد. همچنان چشمشان از تابش مستقیم نور ماورای بنفش محفوظ بماند. محصلین عزیز، دستگاه هلیوتروپی همچنان مردم برای برونزه کردن جلد یا پوستشان هم استفاده میکنه که پوست خود را برونزی میسازد. و قسمی که در درس های گذشته هم خوانده بودیم که نور آفتاب باشد یا نور مصنوعی باشد، با وجود از اینکه در طبابت کاربرد بسیار زیادی داره، اما اگر در زمان استفاده از نور به احتیاطی صورت بگیرد ضررهای بسیار زیادی هم می داشته باشد. و مردم عموما تصور میکنند که دستگاه هلیوتروپی که نور را پخش نمیکند و از دستگاه هلیوتروپی کسی که استفاده میکنه ضررهای نمی داشته باشد، اما این تصورش خیلی ناقص است، به خاطر از اینکه توسط دستگاه هلیوتروپی باشه یا نور آفتاب باشه سرطان جلد بسیار مزمن و مضر و سرطان کشنده ایجاد میکنه بالای جلد. و هلیوتراپی مسرین عزیز برای از بین بردن چروک و چملکی ها هم استفاده میشود، برای از بین بردن لکه ها روی جلد هم استفاده می شود که در درس های گذشته هم شما در بخش استفاده از نور نمره خواندیم. اینجا یک ویدیو ما برای شما اپلای می کنم که توسط این ویدیو می فهمید که چلوک و چلوک ها روی بدنشان از بین برده یا هم لکه های بالا رویشان از بین برده که می بینیم اول خود امو فریکونسی و طول موج نور ماورای بنفش را تعیین می کند توسط این لیزر یا دستگاه، و چشم هایشان توسط عینک مخصوصی هستند که نور هیچ ازشان عبور نمی کند توسط این پوشانیده می شود که چشمشان آسیب نبینه. و این دستگاه بالای قسمت جلدشان به حرکت می آورد که نور ماورای بنفش را پخش می کند. اکثریت محصلین سوال می کند که در اینجا استاد تو گفتی که نور ماورای بنفش به چشم دیده نمی شود، اما ما یک روشنی صاف را می بینیم. این فقط یک روشنی است و نور مرئی است و به خاطر از این است که برای دکتر معلوم شود که نور ماتحت قرمز یا نور ماورای بنفش بالای کدام قسمت ها در حال تابیدن است. و این نتیجهش است که قبلا چه قسم بود پوستشان و بعدا یعنی دفعه اول که استفاده کرده چه قسم است. و محصلین عزیز، از دستگاه هلیوتروپی برای دو هدف استفاده میکنه. یکی که ما شما گفتیم که دستگاه هلیوتروپی صحتیاب شدن زخم ها یا از بین بردن چروک و چملکی ها استفاده میشود، اهدافشان به دو حصه یا به دو کتگوری تقسیم میشود. اهداف این دستگاه که اول اهداف این دستگاه که او سرمادرمانی است یا کریوتراپی است، که خود آب که در داخل رکاب ها حرکت میکنه ای با دمایشان پایین می آورد و آب سرد را در داخل رکاب ها به حرکت می آورد، که این اهداف سرمادرمانی است و برای کدام اهداف استفاده می شود اینها را مطالعه می کنیم. سرمادرمانی یا اهداف سرمادرمانی محصلین عزیز برای پایین آوردن درجه حرارت مریض استفاده می شود،
یعنی اگر درجه حرارت مریض زیاد باشه و میخواهد که درجه حرارت بدنشان را پایین بیاورد، از سرمادرمانی استفاده میکنه. یعنی درجه حرارت آبشان که در داخل رکاب ها حرکت میکنه پایین میآورد، و یا هم برای کاهش یا جلوگیری از خونریزی به دنبال صدمه یا جراحی استفاده میکنه. یعنی وقتی که مریض کدام قسمتشان صدمه پیدا میکنه یا جراحی میکنه و خونریزی داشته باشه، از سرمادرمانی استفاده میکنه که عموما مردمانی که در خانه هم میباشه کدام قسمتشان صدمه پیدا میکنه، بالای آن قسمتشان توته یخ میمانه که هم عبارت از هلیوتراپی است و استفاده از سرمادرمانی است. یا هم مسئولین عزیز، از بین بردن التهاب، پیشگیری از تورم بافتها بعد از جراحی یا بعد از صدمه که توسط هلیوتراپی و قسمت یا کتگوری سرمادرمانی است توسط ای تداوی می شود، یا از بین بردن دردهای مفصلی وقتی که در داخل مفصلهایشان مایع تجمع پیدا میکنه، هم توسط سرمادرمانی دردهایشان از بین میبره و همچنان تسکین در سردردهای ناشی از انبساط عروق و غیره. یعنی در زمانی که درجه حرارت بدن یک مریض افزایش پیدا میکنه، عروقشان انبساط پیدا میکنه که سردردی برایشان ایجاد میشود، و برای از بین بردن سردردی از سرمادرمانی استفاده میکنه. و کتگوری دوم استفاده از هلیوتراپی یا استفاده از این دستگاه هلیوتراپی که او استفاده از گرمادرمانی است یا هیتراپی. یعنی درجه حرارت آبی که در داخل رکاب ها حرکت میکنه بالا میبره و برای درمان امراض استفاده میشود که حالی میخوانیم. برای بلند بردن درجه حرارت مریض استفاده می شود، یعنی وقتی که یک مریض درجه حرارتشان پایین آمده باشه یا عملیات کرده باشه، بعد از عملیات درجه حرارتشان پایین می آید که توسط هیتراپی یا گرمادرمانی توسط دستگاه هلیوتراپی درجه حرارت بدن مریض مذکور را بالا میبره و درجه حرارت بدن شان را به حد نرمال میرسانه. و دیگه برای افزایش یافتن گردش خون و تسریع بهبودی، یعنی کسایی که رگهایشان انقباض کرده باشد و خونشان در داخل رگها به آسانی حرکت نمی کنه و از گرمادرمانی استفاده می کنه، به خاطر که گردش خونشان تسریع پیدا کنه و صحتیاب شود. انبساط و شل شدن ناحیه مورد نظر، قسمتی که میخواهد که انبساط پیدا کنه یا شل شدن در نظر گرفته باشد که این ناحیه زیر گرمادرمانی میگیره که توسط گرمادرمانی قسمت مخصوصشان انبساط پیدا میکنه. کاهش درد عضلاتی که در ترموگرافی هم خواندیم، توسط گرمادرمانی هم دردهای عضلاتی که توسط جراحی باشه یا هم از اثر حرکتهای سنگین ورزشی باشد، اینها هم توسط هلیوتراپی که از گرمادرمانی استفاده میکنه تداوی میشود. و دکتر صاحب محترم، انتخاب درجه حرارت این دستگاه فقط و فقط با توجه به نظر دکتر متخصص بر اساس نیازهای درمانی می باشد. یعنی هر کس از این دستگاه استفاده نمی تواند و درجه حرارتشان دکتر متخصص باید باشد که با طول طیف
یا طول موج مخصوص یا طیف مخصوص که از 10 الی 38 درجه سانتیگراد است انتخاب می کند. همچنان هیترتروپی برای بیماری روماتیزمی هم استفاده می شود، چون در بیماری روماتیزمی هم دردهای عضلاتی می باشد و دردهای عضلاتی را تسکین می دهد یا هم از بین می برد، و برای توان بخشی و فیزیوتراپی حرارتی هم استفاده می شود و تسریع لاغری یا با افزایش سلول ها هستند که برای شکسته شدن چربی ها استفاده می شود. و خود سرمادرمانی که برای سخت شدن پوست یا کاهش دما در حد مناسب و لازم، سلول ها بدنشان برای انقباض عضلات و پوست یا صورت و شکم و غیره استفاده می شود. که تمام این امراض را وقتی که توسط هلیوتراپی از بین میبره، باید توسط دکتر متخصص هلیوتراپی صورت بگیرد و احتیاط بسیار زیاد لازم است که باید امو اصول و طرز العمل ها را رعایت کند.